نیکا هنگ کوسر، روزنامه‌نگار حوزه آب و زمین‌شناس از ایتالیا با ما همراه هستن. خوش آمدید آقای کوسر. و در طول سال‌های اخیر ما با پدیده ریزگردها در نقاط مختلف کشور و به خصوص نواحی مرزی مواجه هستیم. این پدیده در سال‌های دیگه چگونه خواهد بود؟ درود بر شما. متاسفانه پدیده‌ای که الان شاهدش هستیم، درسته که به ظاهر ناشی از تغییرات آب و هوایی هست، گرمتر شدن زمین هست و اینکه باعث میشه لایه‌های سطحی خاک خشک‌تر بشه، اما بخش عمده‌ای از پدیده‌هایی که داره اتفاق می‌افته به نحوی انسان ساخته هستن، یعنی تغییراتی که ما به عنوان انتروپوژنیک ازش نام باید ببریم. و اتفاقی که الان داره می‌افته در هم نقاط مختلف ایران و هم کشورهای همسایه به دلیل نحوه مدیریت بد منابع طبیعی، به ویژه منابع آب، کشاورزی نابسامان و استفاده از منابع آب زیرزمینی که باعث بیابانی شدن مناطق مختلف شده از یک سو، و همچنین از بین رفتن دریاچه ها، تالاب ها و در عین حال از بین رفتن بسیاری از مراتع، اتفاقی که میفته این هست که نهایتاً این مراتعی که زمانی به قول معروف حافظ این ذرات خاک بودن دیگر وجود خارجی ندارن و با هر باد قدرتمندی که میاد بسیاری از ذرات ریز، حالا ممکنه در حد لای و بعد در حد رس و رس بسیار ریز، اینها صدها کیلومتر مسافرت بکنن این ذرات و وارد محدوده بشن که عملاً به ریه‌های مردم می‌نشینن. و این پدیده وقتی که همراه بشه با بسیاری از پساب‌های خشک شده، مواد شیمیایی که بر جای مونده در بسیاری از این تالاب‌ها، بیماری‌های بسیار سهمناکی رو باعث میشه. پدیده‌ای که ما در دریاچه آرال دیدیم در گذشته میتواند در نواحی مختلف اتفاق بیفته و این پدیده خطرناکی است. آیا سیاست‌های جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه در مهار این مسئله مؤثر خواهد بود؟ به نظر من خیر. حتی اگر همین الان که گفته میشه که دولت روسیه داره منابع آبی که وارد دریای مازندران میشه رو در حقیقت مهار میکنه و باعث میشه آب کمتری برسه، بخش‌های شمال دریای مازندران هم در گذر زمان به خاطر عمق بسیار کمی که دارن از آب بیرون خواهند اومد و ما شاید یک منبع بسیار جدیدتر ریزگرد هم خواهیم بود. همین الان که دولت طالبان مانع میشه که آب هلمند یا هیرمند به هامون در چه هامون برسه، خود این یکی از مجموعه عواملی است که در شرق ایران شاهد این ماجرا هستیم و همچنین در ترکمنستان و نواحی اطراف در حقیقت شمال شرق ایران هم به دلیل خشک شدن لایه‌های سطحی خاک این پدیده خوب داره تشدید میشه. از طرف دیگر در محدوده عراق هم در نظر بگیریم که وقتی ترکیه بر رودهای بزرگی مثل دجله و فرات میاد، سدهایی رو میبنده و آب کمتری به تالاب‌های جنوب عراق میرسه و از طرفی هم جمهوری اسلامی با بستن راه رود کرخه باعث میشه که این بخش از حورالعظیم هم خشک‌تر بشه، خب این هم یک همکاری ضد محیط زیستی این کشور هاست. و از طرفی جمهوری اسلامی با بستن راه رودهایی که به عراق میرفتن و به دجله میرفتن مثل زاب کوچک و یا سیروان، اون هم تشدید میکنه. در سوی دیگر خلیج فارس نیز به هر صورت و تا بریم به محدوده مصر، ما میبینیم که این میزان خشکی داره افزایش پیدا میکنه و متاسفانه پاسخ این است که نه، وضعیت بدتر خواهد شد. نیکا هنگ کوسر، روزنامه‌نگار حوزه آب و زمین‌شناس از ایتالیا، بسیار سپاسگزارم از شما.